یه جمله شروع می‌کنم. ببخشید عزیزم، این کار من نمیتونم برات انجام بدم. این کار نمیفروشه. آخه شما برو استودیو، اگه میشه دو سه تا قطعه تو 6 و 8 بکن و برگرد بعد ببین من برات چه کار میتونم بکنم. احتمال تصورتون اینه که اینو یک تهیه کننده موسیقی به یه موزیسین میگه. خیلی هم بیراه نیست حرفتون. اگه چشتونم ببندید تجسم بکنید، احتمالا فکر میکنید که این آدم شخصی متکبریه که خیلی لباس رسمی میپوشه، صبح که میره سر کارش، اولین کاری که میکنه به منشیش میگه که هر کی زنگ زد بگید من جلسه دارم. ماشین شیک سوار میشه، یه دسته چک ساعت برگی هم همیشه رو میزشه. شاید هم یه خود اضافه وزن داشته باشه و حتی تو کار ساختمون سازی هم باشه. وظیفه‌ش هم اینه که اثر یه هنرمندی رو مصادره بکنه، کارش رو مسله بکنه. به قول خودمونیا خون هنرمند رو تو شیشه بکنه و از درآمد اون کار جیبش رو پر کنه. من فکر می‌کنم که از این نظر خیلی موفق نبودم. فکر کنم قرائن نشون میده. اما منم تهیه کننده موسیقی هستم. سالهاست دارم این کار رو میکنم و از تک تک لحظاتش هم لذت میبرم، هم رضایت دارم. وقتی صحبت رضایت تو کار میشه، من همیشه فکر میکنم که آدمایی که دوست دارن تو حرفه‌ای که فعالیت میکنن به سطحی از رضایت برسن، قاعدتاً سه دسته هستن. یعنی افرادی که یک توانمندی هایی رو دارن و بهشون هم اشراف دارن و سعی میکنن با داشته هایی که دارن به جایی برسن که اون رضایت به دست بیاد. افراد دیگه ای هستن که میدونن که یک توانمندی هایی رو ندارن و تلاش میکنن با به دست آوردن اونها به اونجا برسن. دسته سومی هم هستن که نمیدونن چیا رو ندارن و خب چون نمیدونن هیچ وقت هم به دنبالش نمیرن، اما شاید تو طول زندگی براشون درهایی باز بشه که اگه خوش شانس باشن و فضولیشون گل بکنه یه سری پشت اون در بزنن، احتمالش رستگاریشون اون پشت خوابیده باشه. من جز اون خوشبختایی فکر میکنم هستم که جز دسته سومم. اولا خیلی خوشحالم که به داشته های خودم تکیه نکردم، چون اگه تکیه کرده بودم قاعدتا بهتر از این نوازنده درجه 3 نمیشدم. اگرم به دنبال نداشته هام میخواستم برم که میدونستم چیه، مطمئنم که فوتبالم از سطح توپ پلاستیکی بیشتر بالاتر نمیرفت. خیلی وقتا هستش که اتفاقاتی که تو زندگی پیش میاد به نظر من خودش به یک اتفاق وصله. لزومی نداره که یک هدف بلند پروازانه پشتش خوابیده باشه. خب ماهایی که تو حوزه موسیقی هستیم خیلی درباره باخ صحبت می‌کنیم که تا چه اندازه موسیقی باخ منطق توشه، چقدر ریاضیات داره، چقدر خلاقیت توش خوابیده، چقدر قابل بسته، و بعد از این همه سال تا چه اندازه موسیقی باخ هنوز داره تمام سبک‌های مختلف موسیقی دنیا رو تحت تاثیر قرار میده. اما واقعا فکر می‌کنید که باخ یه روزی فکر کرده که خب من از امروز می‌خوام دیگه موسیقی دنیا رو متحول بکنم و یک ردپای مهمی از خودم به جا بذارم؟ یا ونسان ونگو یه روزی گفته خب الان دیگه وقتشه که من یک جریانی به نام امپرسیونیسم به وجود بیارم؟ من که بعید میدونم. اگر شما تاریخ زندگی این افراد رو نگاه بکنید میبینید که باخ فقط یک شوق داشت و به خاطر اون شوقش موسیقی مینوشت و اونم که خدمت به کلیسا بود. ونگو هم جور دیگه ای بلد نبود نقاشی بکنه. هرچند که آثاری که به جا میمونه برای همه ماها مؤثره و راهگشاست، اما واقعا دلیلی نیستش که پشت این اتفاقات حتما یک فکر بزرگی از قبل خوابیده باشه. برای من موسیقی تو زندگی به همین سادگی شروع شد. من تو دو دنیای مختلف موسیقی از کودکی بزرگ شدم. پدرم موزیسین هستش، موزیسین کلاسیک، ویولا میزنه و خب از طفولیت من تو خونه واگنر و مالر و اینا رو گوش می‌کردم. پدرم یه دوست صمیمی از دوران دبستان داشت که بعدها شد دایی من. اون برعکس بابام خیلی امروزی تر بود و موسیقی های غیر کلاسیک گوش میداد. از یه طرف پدر من اگه من کمتر از کنسرت ویولن رمینور باخو گوش میدادم فکر میکرد که من جرم مرتکب شدم. دایی من هی منو میکشون کنار میگفت بابا تو ول کن بیا جان کولترین گوش کن. من تو این دوتا دنیا که خیلی هم موسیقیاش برای بچه 5-6 ساله شاید ثقیل بود زندگی میکردم. سعی میکردم چون هر دوشون هم خیلی دوست داشتم نشون بدم که میفهمم این موسیقی ها چیه برای که به من افتخار کنن، ولی خب همیشه هم موفق نبودم. خاطرم یاد یه بار ما توی پیکان جوانان نارنجی رنگ که مال دایم بود داشتیم میرفتیم شمال و توی ماشین دایی من آلبوم مدل پینک فلوید رو گذاشته بود و قطعه اکوز بخش میانیش که پر از جلوه های صوتیه نزدیک های غروب بود و وقتی این پخش میشد ما تو هزار چند بودیم و من احساس میکردم که تمام این صخره ها دارن تبدیل میشن به حیوان و الان میام منو میخورن. تا
تمام مدتی که من تو شمال بودم فقط شب و کابوس می‌دیدم. اما جرأت هم نمی‌کردم به دایم بگم که مثلا دایی اینا چی داریم گوش می‌کنیم. اولین باری که به من اجازه دادن که ایدیامو خودم خرج بکنم برای اینکه هم به مادرم هم به پدرم هم به دایم نشون بدم که چقدر دستاوردهایی که در تربیت شنیداری من کردن کمکم کرده، رفتم یه صفحه فروشی نزدیک خونمون و خواستم یکی دو تا صفحه بخرم با ایدیام. فکر کنم 7-8 سالم بود. یه قطعه از گروه بی‌تی‌اس شنیده بودم که خیلی دوست داشتم. یه صفحه 45 دور خریدم که یه ور هر طرفش فقط یه قطعه توش جا می‌شد. این صفحه رو خریدم و خوشحال و خندان برگشتم، رفتم پیش داییم. دستاوردمو بهش نشون دادم و فقط از شانس بعد من دایی من از اون رو گذاشت که نمی‌دونستم چه قطعه‌ای توش ضبط شده بوده. که الان فکر می‌کنم یکی از مسخره‌ترین موسیقی‌های بوده که گروه بی‌تی‌اس تو زندگیشون ساختن به نام اوبلادی اوبلادا. اینو که گذاشتش، سوزن رفت رو گرامافون، شاید واقعا 30 ثانیه نگذشت که دایم دوباره سوزن رو برداشت، یه نگاه اینجوری به من کرد، اخماش رفت تو هم و خیلی جدی گفت خاک تو سرت رامین. سفر رو پرت کرد جلوی من، گفت برو پارک با این فریزبی بازی کن، حالا هم گم شو برو خونه. من تمام راه گریه می‌کردم تا خونه و چندین روز واقعا افسردگی پیدا کرده بودم. برای اینکه احساس می‌کردم تمام اون دنیایی که برای خودم درست کرده بودم یه دفعه فرو ریخت. شروع کردم با جدیت تمام صفحه‌هایی که دور و برم بود و دوباره از اول گوش دادن ببینم که چی از توش میتونم پیدا بکنم و شروع می‌کردم هر چی که سختم بود انتخاب بکنم. لابلای صفحه‌ها من با یک آلبومی آشنا شدم از یک موزیسیانی به نام چیکوریو که اولین چیز جلد این آلبوم منو جذب کرد. وقتی صفحه رو گوش دادم، چون خودم هم گیتار کلاسیک می‌زدم، یه صداهایی تو موزیک می‌شنیدم که برای من خیلی آشنا بود، ولی در عین حال هم با ساز خودم فرق می‌کرد. یعنی چقدر صداش خفه و بم بود که بعدا فهمیدم بهش میگن بیس و نهایتاً هم شد ساز تخصصی. درباره این چیزا شروع کردم با بابام و دایم صحبت کردن، کم کم دیدم که آهان داره یخ وا میره، یعنی من دارم نمره قبولی رو می‌گیرم و اون رابطه دوباره برگشت به حالت عادیش و اولین تولد بعدمو برای من یه دونه ضبط صوت خیلی کوچیک انقدر شاد گرفتن. مونو هم بود، فیلیپس هم بود، مارکش هم هنوز یادمه. یه میکروفون هم داشت که قد مثلا یه بامیه بود و این شد اسباب بازی من برای سالهای سال. یه مقدار نوار کاست هم در اختیارم قرار گرفت. بعدش هم با تکنولوژی خودکار بیک آشنا شدم و شروع میکردم همه چی رو ضبط کردن، از حرف زدن مامان بابام تو آشپزخونه، مشق حفظ کردن برادرم تو اتاقش و از همه مهمتر اینکه پای یک تلویزیون قدیمی شاب لورنس داشتیم که در کابینتی هم داشت سیاه‌سفید، میشستم تیتراژ موسیقی فیلم‌ها و سریال‌ها رو ضبط میکردم، حالا از بالاتر از خطر و چاپارل گرفته تا برنامه کودک. و همزمان هم با دوره‌ای بودش که مادر من داشت تزش رو مینوشت، برای همین برای نوت‌هایی که داشت هی فیش برداری میکرد و غیره، از این کار خیلی خوشم میومد. سعی کردم این کار خودم هم تکرار بکنم. هر چیزی که ضبط می‌کردم شروع می‌کردم تایم‌لاین‌هاشو درآوردن، با کرونومتر همه رو یادداشت می‌کردم، از این دقیقه تا این دقیقه اینه، از این دقیقه تا این دقیقه اونه و این بازی همینطور ادامه پیدا کرد. کم کم چند تا برنامه رادیویی نظر منو جلب کرد. دو تا برنامه خیلی خوب موزیک توی رادیو تهران پخش می‌شد که موجیش بین قطعات توضیحاتی می‌داد، من اونا رو ضبط می‌کردم بعداً پیاده می‌کردم رو کاغذ. خب اون موقع مرجع اطلاعاتی که نبودش، کاری که شاید من تو 15 سال بچگیم کردم الان با یه دونه کلیک روی اینترنت انجام میشه. ولی مهمترین رفرنس من به غیر از این گوینده و مجری رادیو خونه‌های دوست و آشناهامون بود. ما اولین کاری که مهمونی می‌کردیم می‌رفتیم، من یه راست می‌رفتم سراغ قفسه صفحه‌ها کاست‌ها و شروع می‌کردم پشت صفحه‌ها همه چیش رو یادداشت کردن، حالا از اسم نوازنده، رهبر ارکستر و و و و با انبوهی از اطلاعات مواجه شدم که بعداً برای من جذاب شد. یعنی این خطای خرچنگ قورباغه‌ای که می‌بینید در واقع یک جور شجره‌نامه‌هایی که من در می‌آوردم که آها این نوازنده از این گروه رفته اون گروه، بعد وقتی با اون گروه رفته فلان سال تو چارت انقدام شده و این شد بازی من برای سال‌ها. طبیعتاً هر چی جلوتر رفتم این بازی جدی‌تر شد تا اینکه دیگه به نزدیکای سال 57 سال انقلاب بود. خب رادیو چیزای دیگه هم پخش میکرد که من خیلی متوجه نمیشدم، ولی میدیدم که مامان بابامون همه خیلی با جدیت دارن گوش میکنن، اونا هم ضبط میکردم. تا یک روز 16 شهریور ماهی شب که دیدم همه اومدن تو اتاق، یعنی تو آشپزخونه که رادیو اونجا بود، که یه آقایی به نام فرماندار نظامی تهران قراره حرفای بزنه، که خب من که نمیدونستم فرماندار نظامی تهران کیه، من فقط یه هویدا میشناختم. و بعد اولین فرمان حکومت نظامی تهران برای روز 17 شهریور اعلام شد که من حتی اون رو هم ضبط کردم. الان که به مجموعه قدیمی خودم نگاه میکنم، برای خود من یک بخشی از تاریخ زندگی من توشه. دوست داشتم اینو با هم بشنویم. سلام. بخبر این ساعت توجه بفرمایید. فرماندار نظامی تهران و هومه اعلامیه شماره 1 خود را به این شهر منتشر کرد.
دولت شاهنشاهی ایران به منظور ایجاد رفاه مردم و حفظ نظم از ساعت 6 صبح روز جمعه 17 شهریور ماه 1357 مقررات حکومت نظامی را به مدت 6 ماه در بعضی از شهرهای کشور اعلام نموده و این جانب به سمت فرماندار نظامی تهران و هومه منصوب گردیدند. بنابراین از کلیه اهالی محترم تهران و هومه انتظار دارم از انجام هر گونه عملی که مغایر با مقررات حکومت نظامی باشد خودداری نمایند. بدیهی است متخلفین از مقررات برابر قانون تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. ساعت منع عبور و مرور از ساعت 21 تا 5 صبح یعنی 9 بعد از ظهر تا 5 بامداد روز بعد تعیین می‌گردد. فرماندار نظامی تهران و هومه ارتشپوت غلام علی اویسی. این بازی تا سالها ادامه پیدا کرد. من بزرگتر شدم، دبیرستان تموم شد، دانشگاه رفتم. تو بچه‌های محلمون چند تا دوست داشتیم که اونا موزیک کار می‌کردن. تو دانشگاه با دوستای جدیدتری آشنا شدم. کار ما برای سالها موزیک بازی بود. من دیگه این مریضی ضبط برای یک مدتی ول کرده بودم. و به قول خودم موزیک بازی می‌کردیم. دور هم جمع می‌شدیم، آلبوم‌های جدید با هم می‌شنیدیم، موزیک دیگران رو تقلید می‌کردیم. کم کم این جسارت پیدا کرد که خود آهنگسازی بکنیم خودمون. و همه این بچه‌هایی که تو این دوره 20 ساله رفاقت با هم داشتیم، الان هر کدومشون تو ایران نام و نشانی برای خودشون تو حوزه موسیقی دارن. مثل پیمان یزدانیان، علی بوستان، رضا اسکرزاده، علیرضا عصار، پیتر سلیمانی پور. ما همه بچه‌هایی بودیم که شاید از 16 17 سالگی با هم موزیک کار می‌کردیم. ولی واقعا دیگه اواخر شاید دهه 20 زندگی بود که ما کم یعنی بیشتر من به این تلقی رسیدم که خب که چی حالا ما هی تو اتاق در می‌بندیم، ساز می‌زنیم، هر نیم ساعت یه بارم یه مشت بابا یا ماما میاد که بچه‌ها خفه شدیم، گوشمون رفت. پس ما کی میتونیم بالاخره موسیقیمون رو با یک کس دیگه هم به شراکت بذاریم؟ کم کم به این نتیجه رسیدیم که آها، ما نیاز به یک آدمی داریم که به جای اینکه خودش ساز بزنه و آهنگ بسازه، بشینه یه جای دیگه بذاره باقی آهنگ بسازن و ساز بزنن. پس ما به یک تهیه کننده احتیاج داریم. ما به یک ویترینی احتیاج داریم که خودمون رو نشون بدیم. و شاید این نطفه اولیه‌ای بودش که من به این تصمیم رسیدم که بوده 15 16 سال پیش هرمس رو انداختم. اصلا برام مهم نبودش که دیگران چی فکر میکنن، هدف خاصی هم دنبال نمیکردم. واقعا فقط میخواستیم که با همدیگه که حال میکنیم یه کاری بکنیم که بتونیم حالمون رو با دیگران هم به شراکت بذاریم. و به همین سادگی کار شروع شد. تنها چیزی که میام بودش که من الگویی داشتم برای کارم. تو تمام این سالها من با یک شرکت نشری آثارشون رو دنبال میکردم به نام ECM که خب از جلد آلبوماشون برای من جذاب بود، تحسینشون میکردم. هنرمندایی که با این شرکت کار میکردن، محتوای آثار، کیفیت صوتی که به ما میداد اصلا یک چیز هوش براندازی بود. و از همه مهمتر خود صاحب شرکت بود که به خصوص تو مصاحبه‌هایی که جسته گریخ ازش میخوندم همیشه میگفتش من با هیچ ادعای خاصی نیومدم این کارو بکنم، ما فقط اومدیم دور هم حال بکنیم. و این برای من خیلی جذاب بود. برای همینم در واقع این شد الگوی من. و الان بعد از این همه سال واقعا یک افتخار عجیبیه برای من که من با همون آدمی که الگوی زندگیم بوده الان دوستم. من بهترین هنرمندای شرکت ECM و مانفرد آیشر میان ایران تو همین سالن کنسرت میدن. من هر بار که میرم آلمان میرم ملاقاتش، چون مثل منم مریضی فوتبال داره، میشینیم با هم فوتبال نگاه میکنیم. و هنوز فکر میکنم که من تو خوابم، یعنی باورم نمیشه که این آدم الان دوست من شده. اولین باری که یکی از مجله‌های خیلی معتبر موسیقی ما رو با شرکت ECM مقایسه کرد، واقعا فکر میکردم که الان سکته میکنم. راستش نمیدونم چرا خیلی از آدما پرهیز دارن که بگن تو زندگیشون الگویی داشتن یا از کسی الهام میگیرن. حتما شنیدید که مثلا با فلان کارگردان که صحبت میشه، کارگردان درباره فیلم خودش توضیحاتی رو میده و میگه من اصولا فیلم نگاه نمیکنم. یا با فلان موزیسین که صحبت میکنم میگه نه، من تو در وسط اتاق خودم همه چی به خودم الهام میشه. نمیدونم والله حالا چه کاری اصلا اینو گفتن، ولی بالاخره همه ما از کسی تاثیر میگیریم و هیچ اشکالی هم نداره. اگه کسایی کنسرت و ویولون بتوون رو شنیده باشن، بخش سوم این قطعه یک روندوی هستش که بتوون وقتی تو جنگل‌های وین پیاده روی می‌کرد از صدای آواز یک پرنده، یک ترقه‌ای که فقط هم اونجا زندگی می‌کرد، در واقع ملهم شد و قطعه رو بر اساس اون ملودی ساخت. با هم بشنویم. کسی هم بتوون اعدام نکرد به خاطر اینکه از یک پرنده الهام گرفت. به هر حال این شوق بچگانه هر روز تو زندگی من وجود داره.
من با کسانی الان دارم معاشرت میکنم که شاید یه روزی حتی آرزو داشتم که از 200 متری بتونم اجازه داشته باشم براشون دست تکون بدم. خاطرم یه 2-3 سال که از کارم شروع شده بود تو هرمس، همسرم یه بار به من گفت رامین خیلی خوب میشد اگه میتونستیم با آقای علیزاده هم یه کاری بکنیم. من بهش گفتم ما آقای علیزاده یادت نیست تو طبقه سوم همین تالار وحدت برای کنسرت رازونو من از اون بالا آویزون بودم، حالا من با آقای علیزاده کار بکنم؟ انقدر به نظر من این حرف دور از دسترس بود که حتی یک لحظه حسرتش هم نخوردم که میگم راست میگه، ای کاش میشد. شاید یک سال هم نگذشت که ما اولین همکاریمون رو با هم داشتیم و اون همکاری تبدیل به یک آلبومی شد که کاندید جایزه گرمی شد و هنوزم من ذوق دارم. فکر می‌کنم تو این عکس معلومه که کی بیشتر از ذوق داره. قطعاً آقای علیزاده نیستش. به هر حال تو این سال‌ها اتفاقات خیلی مهمی تو زندگیم افتاد که فقط همیشه فکر می‌کنم که چقدر من خوشبختم که شغلم شده. من با دوستای زیادی تو این دهه‌ها زندگی کردم. با هم موزیک کار کردیم. با هم بزرگ شدیم، این شکلی بودیم و الان داریم تو تقریبا هممون در اوان نیمه زندگیمون در دهه 50 سالگی داریم با هم پیر میشیم و انقدر این خاطرات زیاده که واقعا نوشتنی نیستش. اما چیزی که درس گرفتم از همه این اتفاقات این بود که اون چیزی که تو زندگیت برات اهمیت داره رو همیشه جدیش بگیر، حتی اگر همه آدم های دنیا فکر میکنن که تو دیوانه ای. اصولاً کار زندگی ما مجاب کردن همه عالم و آدم نیستش. مجاب کردن آدم‌های دنیا خودش یک شغل تمام وقته که اصلاً کار من نیستش. اصولاً نباید همه کارها یک هدف بلند پروازانه پشتش باشه. میشه خیلی راحت آدم جزیره خودش رو تمیز بکنه فقط و تو جزیره خودش خوشحال باشه. حالا اگه کسای دیگه هم از جزیره اطراف شما رو دیدن و بعدشون نیامد، خب چه افتخار بزرگی. از طرف دیگه به نظر من چیزی که خیلی مهمه اینه که الهام گرفتن یا الگو داشتن به نظر من برادر کوچیکه خلاقیته و از این اتفاق ابا نداشته باشیم. من خاطرم میاد اگه کسانی فیلم میلوش فورمن دیوانه از قفس پرید رو دیده باشن، تو صحنه های از فیلم جک نیکلسون با هم‌آسایشگاهیش همیشه این کوری رو دارن که من یه روز این آبخوری سنگی رو بلند میکنم، میزنمش و این نردار رو میشکنم و از این آسایشگاه فرار میکنم و همه بهش میخندیدن. یکی از اون دفعات که شاید واقعا 2 سانت فقط تونست بلند کنه و دوباره خورد زمین و همون مسخره بازی ادامه داشت، رو کرد بهشون گفت بدبختا من حداقل تلاشمو چند بار کردم، شماها چی کار کردید؟ من تنها چیزی که برام مهمه اینه که تو این سالها تلاشمو کردم. برای من دری باز شد، یه قطعه زمینی اون پشت بود، نمیدونستم چه اتفاقی توش میفته. کندم با ذوق کودکانه، کندم. رفتم ولی هیچ وقت به گنج نرسیدم، اما به چیز خیلی مهمتر رسیدم. من به آب رسیدم. مرسی.